فاجعه کرونا در ایران آمار جانگداز قربانیان در 486 شهر از 2241400 نفر بیشتر است بحران در خوزستان ضرورت قرنطینه کامل استان انتقال مبتلایان اهواز با اتوبوس آمبولانس بین بیمارستان ها زالی آمار مراجعان در تهران دوازده و یک دهم ده بیماران جدید ده و یک دهم ده و بیماران آی سی یو نه درصد رشد نسبت به هفته قبل نشان می دهد. رئیس بیمارستان حضرت رسول تهران از هفته گذشته موارد بستری 20 درصد افزایش داشته و روزهای آینده هم بیشتر می شود. سوری در خبرها ما مرگ نوزاد یک روزه هم به دلیل کرونا داشتیم. طیف مبتلایان بسیار وسیتر شده است. رئیس دانشکده پزشکی آبادان چاره جز تعطیلی و قرنطینه کامل استان خوزستان وجود ندارد. این لازمه جلوگیری از انتقال بیشتر بیماری به خارج از استان و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در کشور است. دانشگاه پزشکی مشهد ویروس جهش یافته در سطح استان و کشور در حال چرخش است. و مشهد را هم گرفتار کرده است. دانشگاه پزشکی اصفهان ویروس انگلیسی آژیر خطر را به صدا درآورده و تا کنون هفت مورد قطعی را در اصفهان داشته ایم. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنج هفت اسفند 1399 اعلام کرد آمار جانگوداز جانباختگان کرونا در 486 شهر از 221400 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان غربی به 8273 نفر، در البرز به 5573 نفر، در اصفهان به 14270 نفر، در ایلام به 2276 نفر، در تهران به 52636 نفر در خراسان رضوی به 14710 نفر، در خوزستان به 11440 نفر، در سمنان به 3430 نفر، در گلستان به 5745 نفر، در گیلان به 7916 نفر، در لورستان به 9153 نفر، در مازندران به 9357 نفر، در مرکزی به 4448 نفر و در همدان به 5213 نفر رسیده است. وزارت بهداشت رژیم امروز در آمار مهندسی شده خود تعداد جانباختگان کرونا را در 24 ساعت گذشته 94 بیمار اعلام کرد که بالاترین رقم در 32 روز گذشته است. سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا گفت ما مرگ نوزاد یک روزه هم به دلیل کرونا داشتیم. بیماری تنوع خیلی زیادی دارد یعنی ما هنوز هم تعداد خیلی زیادی داریم که ممکن است نوع انگلیسی مبتلا شده باشند باز بدون علامت باشند یا علامت کم داشته باشند مواردی هم داریم که خیلی خیلی شدیدتر مبتلا شدند و علائم دارند در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت وقوع ابتلا در تهران به طور سینوسی است طی 24 ساعت اخیر میزبان 7411 بیمار با تشخیص کرونا در بخش‌های سرپایی بهداشت و درمان بوده ایم که در مقایسه با هفته گذشته 12.1 درصد رشد داشته است. همچنین طی 24 ساعت اخیر تعداد بیماران جدید نیز به 382 نفر رسیده است. این آمار نیز در مقایسه با هفته قبل 10.1 درصد رشد داشته و تعداد بیماران مراقبت ویژه 110 بیمار است که این عدد نیز در مقایسه با هفته قبل 9 درصد رشد را نشان می دهد. رئیس بیمارستان حضرت رسول تهران از یک هفته گذشته متاسفانه افزایش 20 درصدی در موارد بستری داشتیم و پیش بینی می شود که موارد بستری در روزهای آینده هم بیشتر خواهد بود. در خوزستان در پی افزایش مبتلایان به ویروس کووید 19 جهش یافته در اهواز. بیماران با اتوبوس آمبولانس بین بیمارستان های این شهر جابجا جا می شود. رئیس دانشکده پزشکی آبادان گفت چاره جز ساعتیلی و قرنطینه کامل استان خوزستان وجود ندارد و منتظر هستیم که تصمیم های مربوطه در این خصوص اتخاذ شود. از نظر علمی پیشنهاد ما قرنطینه کامل خوزستان برای جلوگیری از انتقال بیشتر بیماری به خارج از استان است. این قرنطینه می به عنوان یک کمک به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در کشور باشد. در آذربایجان غربی رئیس دانشگاه پزشکی گفت با آغاز روند افزایشی به طور تقریبی 18 نفر طی هر ساعت در استان به کرونا مبتلا می شوند. 138 نفر در آی سی یو بستری شدند. در خراسان رضوی معاون دانشگاه پزشکی مشهد گفت دو روز قبل مورد جهشافتی انگلیسی در دانشگاه پزشکی مشهد پیدا شد. سه نفر هم بدون اینکه ارتباط با ایشان داشته باشند و تا سفر به خارج داشته باشند متاسفانه از نوع جهشیافته پیدا شد و این نشان می داد که این ویروس به صورت عمومی در سطح استان و در سطح کشور همچنان در حال چرخش است. در حال حاضر مشهد را هم گرفتار کرده. در اسفان رئیس دانشگاه علم ویروس جایشیافته انگلیسی آژیر خطر را به صدا درآورده است. تا کنون هفت مورد قطعی ابتلا به کرونا انگلیسی را در اصفهان داشته ایم که حال یکی از بیماران وخیم است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران هفتم اسفند 1399